سلام دوستای خوبم به کانال فرس هست اول سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو با معتبرترین اپ فارشوله و به روزترین آپدیت سال 2021 خب از روی اپ قسمت ترنینگ الف فراگن و تمن خب گفتیم بخش اول گونشتوف هستیم قسمت دومش فرهالتن ام استراسن از این مجموعه این قسمت گفتیم قسمت هالتن و پارکن حالتن یعنی متوقف شدن پارکن یعنی پارک کردن این قسمت 20 تا سوال داره که همه این 20 تا سوال رو تو این ویدیو بررسی خواهیم کرد خب قبل از اینکه بریم برای سوال ها من یک تفاوتی رو بین هالتن و پارکن اینجا بگم که قشنگ متوجهش باشین ببینید هالتن یعنی متوقف شدن یعنی چی یعنی شما تا 3 دقیقه یعنی از صفر تا 3 دقیقه شما میتونید هر جایی متوقف بشید غیر از به جایی که باعث ایجاد خطر بشه و میدون ها میتونید متوقف بشید و حتما یادتون نره که چارچراغ بکنید و خودتون باید توی ماشین حضور داشته باشید خب این خیلی مهمه اینو بهش میگن هالتن حالا پارکن یعنی چی پارکن یعنی بیشتر از سه دقیقه یعنی پارک کردن جایی که شما پارک میکنید بیشتر از سه دقیقه حالا پنج دقیقه ده دقیقه یه ساعت فرق نمیکنه بیشتر از سه دقیقه و شما دیگه توی ماشین حضور ندارید یعنی ماشین رو ترک کردید و رفتید دنبال کارتون دیگه خب اینو بهش میگن پارکن این تفاوت بین هالتن و پارکن هستش حالا بریم برای سوال ها ولن یبن سوال اول وایس از هالتن فربوتن میگه کجا متوقف شدن ممنوعه خب گزینه آ میگه آفبان او وگنگن میگه روی به ریل راهن یعنی خیابونهایی که ازشون ریل راهن رد میشه اونجا نباید متوقف بشید دیگه خب این کاملا واضح و منطقیه گزینه آ درست گزینه ب میگه ان انگن ان اون ان او اون میگه ان انگن استراسن یعنی خیابون های تنگ اون اون او یعنی خیابون که دیدتون ها به اصطلاح بده یا دیدتون خوب نیستش یعنی خیابون رو درست نمیتونید ببین اونجا نباید متوقف بشین اینم داره درست میگه گزینه س میگه اون میته با یعنی مستقیما دقیقا هینتا فوسکینگ او با ویگن میگه دقیقا به صلاح پشت خدکشی آبره پیاده خب اینجا پشت خدکشی خط خط آبره پیاده این ارزم به حضورتون که این ممنون نیسته شما میتونید اونجا به صلاح پارک بکنید بس گزینه داره غلط میگه آفلوزنگ خب همونجوری گفتیم آبه فقط درسته امتیاز این سوال هم سه امتیازی وایت سوال دو ویس دست پارکن فبوت میگه کجا پارک کردن حالا ممنوع سوال قبلی متفق شدن یا هالتن بود اینجا پارک کردن خب گزینه ا میگه ام فار ون هی دوش دی بنوتسون گکن پارک فلیشن فهیندت میگه ام فار میگه توی خیابون ون وقتی که هی دوش اینجا از طریقش دی به نوت سونگ این استفاده ای از گکن سایش پارک فلشن این قسمتی که برای پارک کردن علامت گذاری شده فهیندت دت مسدود میشه یا به اصطلاح مانش میشه ببینید دوستان رو براتون گذاشتن تو عکس کاملا داره نشون میده یعنی شما توی خیابون پارک میکنید و اون قسمت دست راز قسمتیه که ماشینا میتونن پارک کنه و شما باعث میشید که اون قسمتی که مشخص شده برای پارک کردن مسدود بشه خب این هم داره درست میگه گزینه ب میگه او فور او ببینید اوساهاب گشلوسنا اورتشاف گفتیم جاده های بیرون شهری میشه توی خیابون های اصلی فور استراسن یعنی خیابون های اصلی در جاده های بیرون شهری پارک کردن توی خیابون ممنوعه دوستان خوبم اینو حفظ بکنید یا تو نره گزینه ب درست میگه ولی توی این احاب گشنلوسن اورتشافتن یعنی داخل شهر ببینید گزینه سه میگه این احاب گشنلوسن اورتشافتن توی خیابونای اصلی خیابونایی که میگه فور فاچت دارند دارن خیابونای اصلی اونجا ممنون نیست داخل شهر بس بیرون از شهر ممنوعه ولی داخل شهر ممنوع نیست همینجا حفظش بکنید خب آفلوزون همونجوری گفتیم گزینه آبه فقط اینجا درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتا سوال سه ویس داس هالتن فربوت میگه کجا این متوقف شدن ممنوعه خب گزینه آ میگه ان تاکس انشتن. تاکس انشتن همون اسکای تاکسی هست جایی که تاکسی ها اونجا به اصطلاح متوقف میشن و صف میگیرن شما نباید اونجا برید متوقف بشه اونجا فقط مخصوص تاکسی هستش و این ممنوع هستش خب گزینه آ درست گزینه ب میگه اوف د ون ریس اینگایگنتر استرایفن فورهاندن است میگه اوف توی خیابون وقتی که غیس دست راستتون این گاگنت از زیتنش یک به سل گفتیم خطوط کنار جاده است خطوطی که به سل محدود جاده رو مشخص میکنه میگه دست راستتون یه زیتنش و شما اومدید توی خیابون حالا متوقف شد اینجا ممنوعه درست داره میگه چرا چون شما باید برید اون ور خط زایتنشتغایفن به متوقف کنید ماشینتون نه توی خیابون گزینه به درسته گزینه سه میگه آف مارکیت فاش کریفن میت ریشتونگز فایلن ریشتونگز فایلن همون فلش های کف آسفالته که نشون میده آها اینجا مثلا مستقیم باید برید اینجا باید سمت چپ بپیچید اون فلش های کف خیابون رو بهش میگن ریشتونگز فایلن شما نباید اونجا توی خیابون متوقف بشید که این فلش ها به اصلا دیده نشن به خاطر ماشین, ماشین شما که اونجا متوقف کردید خب این هم داره درست میگه اینجا متوقف شدن ممنوعه آف همونجوری که گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز این سوال هم سه امتیازیه وایتا سوال 4 وایس از هالتن فورت میگه کجا متوقف شدن ممنوعه خب گزینه آ میگه اون میته با هین تفوس گنگ او میگه اون میته با مستقیما هین تفوس گنگ او و وگن هین او یعنی پشت خط کشیه آبر پیاده مستقیما پشت خط کشی آبر پیاده خب اینجا متوقف شدن ممنون نیست دوستان خودم چرا چون شما اون ور خط هستین و ماشینایی که میخوان رد بشن آبرین پیاده که میخوان از خط کشی عبور کنن رو میبینن بس گزینه آ داره غلط خب گزینه ب میگه او با شخت دکن شخت دکن در پو در پوش فاضلا رو میگن شخت دکن در پوش فاضلا میگه اونجا به اصطلاح شدن ممنوع خب این داره غلط میگه دیگه اونجا متوقف شدن ممنوع نیستش گزینه ب هم غلطه گزینه سه میگه آفوس او و ویگن زووی 25 متر دافو میگه که روی خطکشی آور پیاده و همچنین 5 متر قبل از اون خب این داره درست میگه ببینید شما روی خط کشی آبر پیاده به هیچ عنوان اجازه ندارید که توقف بکنید و قبل از اون پایمت قبل از اون هم اجازه ندارید اینو حتما همینجا حفظ بکنید پیمت قبل از خط کشی آبر پیاده چون ماشین هایی که میخوان رد بشن به دلیل ماشین شما که اونجا پایمت قبل از خط کشی آبر پیاده توقف کردین اون آبرین پیاده رو که میخوان از خط کشی عبور کنن رو نمیتونن ببینن به سبب ماشین شما دیدشون کور میشه و به خاطر همین این ممنوع هستش آفلوزون خب همونجوری گفتیم فقط گزینه 3 درسته امتیاز این سوال هم 3 امتیازیه وایتا سوال 5 وایس داس پارکن حالا کجا دوباره پارک کردن ممنوع خب گزینه آ میگه ام ون هی دوش دی بنوتسون گکن سایکن پارک خب اینو قبلا تو سال قبلی داشتیم میگه میگه توی خیابون ون وقتی که هی دوش از طریق این دی به نوت سونگ این استفاده ای از گیکن ساشن پارک فلش این قسمت که برای پارک کردن علامت گذاری شده فهین وید مسدود میشه مانه میشه به خاطر اینکه شما اومده توی خیابون جلوی اون به سلا پارک کرده گذینه آ داره درست میگه گذینه ب میگه فور بورد شتاین خب گزینه ب میگه جلوی این درگاه هایی که به صلاح جدول شیبش به صورت پایینه برای ورودی به اون درگاه یا خیابون که بهش میگن آبگزنگ تا اینجا اون ورودی هایی که برای اون خیابون یا درگاهی که برای اون خیابون کوچه یا هر چیزی میتونه باشه تعبیه شده شما اون جلوی اون پارک کردید خب واقعا که جلوش پارک بکنید مسیر اونجا رو شما مسدود کردید دیگه بس پارک کردن جلوی این درگاه ها هم ممنوع هستش گزینه ب داره اینو میگه که داره درست میگه گزینه سه میگه اون میتر با هینت فوسکینگ او ویگن. میگه اون میتر با مستقیما تا پشت فوسکینگ او ویگن. پشت خط کشی آبر پیاده گفتیم نه دیگه پشت خط کشی آبر پیاده اشکالی نداره قبل از اون اشکال داره تا 5 متر چرا چون ماشینه که میخواد رد بشن به خاطر ماشین شما اون آبر پیاده رو ممکنه نبینن ولی پشت اون اشکال نداره چون ماشینا آبرین پیاده رو میبینن به راحتی و خطری برای آبرین پیاده ایجاد نمیکنه گزینه سه داره غلط میگه آفلوزون همونجوری گفتیم آبه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتا سوال 6 و دورفنزی این فارت لینکس پارک میگه و دورفنزی کجا شما اجازه دارید این فارت در مسیر حرکتتون لینکس پارکن سمت چپ پارک بکنه یعنی شما کجا اجازه دارید که سمت چپ خیابون پارک بکنید منظوری سوال اینه خب گزینه آ میگه و قیس دست پارکن میگه و جایی که قیس سمت راست دست این پارکن فربوت نیست ممنوع شده است خب ببینید وقتی که سمت راست ممنوع شده به تبع اون سمت چپ هم شما نمیتونید پارک بکنید به خاطر همین گزینه A داره غلط میگه گزینه ب میگه این آین بان اشتراسه میگه در خیابون های یک طرفه خب ببینید در خیابون های یک طرفه شما هم میتونید سمت چپ پارک کنید هم سمت راست پارک کنید پس این داره درست میگه گزینه سه میگه وشینن اوف د رشتن میگه های راهن اوف در طرف راست خیابون فلیکسن به اصطلاح موقعیت شدن یعنی چی یعنی از سمت راست خیابون قطار شهری عبور میکنه خب تو این حالت شما میتونید سمت چپ پارک کنید این اشکالی نداره خب گزینه داره درست میگه آفلوزون خب همونجوری گفتیم به اوسه درسته امتیاز این هم سه امتیازی وایتم هم سوال هفت Where پارک میگه چه کسی پارک میکنه خب اول ویدیو قبل اینکه سوالا رو شروع بکنی توضیح دادم گفتم پارک کردن یعنی اینکه شما بیشتر از سه دقیقه به اصطلاح ماشینتون رو جایی بذاری و خودتون توی ماشین حضور نداشته باشین اینو بهش میگن پارک کردن خب گزینه آ میگه ور زاین فلست میگه کسی که ماشینش رو ترک میکنه درست داره میگه دیگه گفتیم وقتی که ماشین ترک بکنی بیشتر از سه دقیقه به اصطلاح اونجا بذاری میشه پارک کردن گزینه ب میگه ور فو اینا geschlossenen بان länger als از 3 دقیقه وارتد میگه "Wer کسی که فو اینا گشلوسن بان میگه کسی که جلوی اون بان شرنکه همون تیرکای ریل راهن وقتی که قطار میخواد بیاد رد بشه این تیرکا میاد پایین اون رو میبنده و شما منتظر میشه تا قطار رد بشه تا دوباره تیرکا باز بشه و شما بتونید از ریل راهن عبور بکنید میگه کسی که پشت این تیرکا تیرکا که بسته شده حالا قطار میخواد رد بشه بیشتر از سه دقیقه منتظر میمونه این یعنی پارکر نه دیگه غلطه دیگه گفتیم که پارکر یعنی بیشتر از سه دقیقه و شما تو این ماشین حضور نداشته باشید خب گزینه میگه ولنگ از 3 مینوت هد میگه کسی که بیشتر از سه دقیقه به اصطلاح جایی متفقه بشه خب این هم داره درست میگفتیم که بیشتر از 3 دقیقه اگر جایی متفقه بشید اونجا به اصطلاح بهش میگن پارک کردن چرا حالا مهم نیست که شما تو ماشین حضور داشته باشید یا ماشین رو ترک کرده باشید بیشتر از 3 دقیقه باشه باز میشه پارک کردن گزینه خب هم درست آفلوزون خب همونجوری گفتیم آو سه درسته امتیاز این سوالم سه ازی وایتا سوال 8 سوال عددی سوال عددی رو گفتیم که بعد همینجوری حفظش بکنیم خب Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? Wie welcher Mindestabstand چه فاصله‌ای حداقل رو موس شما باید vor einem فوسکینگا اوبرویگیم میگه قبل از خط کشی آوبر پیاده بایم هالتن با توقف کردن یا پارکن یا پارک کردن آنگه هالتن وردن باید به اصطلاح حفظ بشه میگه چه فاصله ای رو شما باید قبل از خط کشی آبر پیاده حفظ بکنید اگر بخواید ماشینتون اونجا پارک بکنید یا اونجا ماشینتون متوقف بکنید خب تو سالهای قبلی گفتیم گفتیم این حداقل فاصله چیه پنج متر هستش متوجه هستین اینو همینجا حفظ بکنید شما توی فاصله پنج متری اون کشی آبرپیاده پیاده اجازه ندارید یعنی باید بیشتر از پنج متر باشه تا قبل از خطکشی آبر پیاده بتونید ماشین تو متوقف کنید یا پارک کنید آف لزوم خب گفتیم 5 متر این سوال عددی رو گفتم دیگه گفتم با همینجوری حفظش بکنید امتیاز این سوال هم سه امتیازی وایت هم سوال 9 سوال 9 هم باز سوال عددی گفتیم سوال عددی رو با همینجوری حفظش بکنید میگه وی وایت موس مان بایم پارکن اوت اورتس فون اندریاس کرویس میندستنس انفنت بلایبن میگه وی وایت چقدر باید به اصطلاح این فاصله باشه بایم پارکن ده منگام که میخواهید شما پارک کنید اوت اورتس خارج شهر بیرون از فوم اندریاس کرویس قبل از به این زبدری که الان اکسشو براتون گوش این زبدر تابلویی که نشون میده اونجا به اصطلاح ریل راهن قطار اونجا رد میشه چه فاصله حداقلی رو باید حفظ بکنید که به اصطلاح بتونید ماشینتون رو بیرون از شهر اونجا پارک بکنید ببینید بیرون از شهر 50 متر است دوستان خوبم این فاصله و داخل شهر این فاصله 5 متر هستش متوجه هستین و این رو باید همینجا حفظ بکنید گفتم سوال عددی رو باید حفظشون کنید بس بیرون از شهر آوس اوت فوم اندریاس کوچ به صلاح قبل از اون زبدر برای ریل راهن تابلو ریل راهن پنجا متر هستش داخل شهر 5 متر یادتون نره آف لزون همونجور گفتیم پنجا متر امتیازی سوالم دو امتیازی وایت سوال ده زی ولن این اوز فور اینم اندریاس کرویز پارکن ویش انفرن و موسن زی مندستنز این حالت خب میبینید سوال قبل اوز اوز بود یعنی بیرون از شهر این سوال این اوز یعنی داخل شهر گفتیم پس بیرون از شهر اوز قبل از اندریاس کرویز یعنی اون علامت زبدا برای ری راهن پنجام داخل شهر این اوز قبل از اون علامت زبدا برای ری راهن پنج متر هستش بس این میشه 5 متر سوالای عددی هم گفتیم که همینجوری باید حفظش بکنید آفلوزون خواهم خب چون گفتیم 5 متر امتیاز این هم دو امتیازیه خب یه نکته دیگه هم بگم که این هم برای پارک کردن هم برای هالتن یعنی متوقف شدن هیچ فرقی نمیکنه یعنی چه بخواید پارک بکنید چه بخواید متوقف بشید این فاصله رو باید قبل از اندریاس کروس حفظ بکنید وایت هم سوال 11 سوال عددیه باید همینجوری حفظش کنید وی وایت und hinter einem Haltestellen Schild dürfen sie nicht parken wie weit؟ چقدر فاصله بدید فور اون هینتر قبل و بعد از اینه halte stellen schild قبل و بعد از یک بس تا بلوای اسکا اتوبوس dürfen sie nicht شما اجازه ندارید پارک کنید یعنی تو چه فاصله از اسکا اتوبوس قبل از اسکا یا بعد از اسکا تا بلوای اسکا اتوبوس شما اجازه ندارید پارک کنید خب این فاصله 15 متر است دوستان خوبم 15 رو اینو همینجا حفظش بکنید این فاصله 15 متر اوف گفتیم فاصله 15 متر امتیاز این سوالم دو امتیازی وایتا. سوال 12 هم سوال عددی هستش حفظش بکنید آن هالتش دلن دارف نور گهالتن وردن ون بوسه نیشت بیندت وردن وی لانگ دورفن زی دورت هوخستنس میگه که آن هالتش دلن در اسکای اتوبوس دارف نور اجازه دارید فقط گهالتن فقط متوقف بوس نیشت بین داده وقتی که اتوبوس ها به سلا مسیرشون مسدود نشه وی لانگ دورفنزی دورد تا که شما اجازه دارید اونجا هاستینز در نهایت به اصطلاح حالت متوقف بشه ببینید این سوال میگه که دوستان خوبم شما توی ایستگاه اتوبوس اجازه دارید که هالتن بکنید پارکن نه یعنی اجازه ندید پارک بکنید ولی اجازه دارید که متوقف بشید یعنی بین 0 تا 3 دقیقه در صورتی که به اصطلاح اتوبوسی که میخواد بیاد تو ایستگاه رو مسیرش رو مسدود نکنید یعنی نری وسط ایستگاه یا سر ایسکا وایسید یا برید قشنگ تای ایسکا وایسید که اتوبوس را داشته باشه بتونه بیاد توی ایسکاش و حتما هم یادتون نره چهار چراغ کنید میگه حالا این به اصطلاح زمانی که شما اجازه دارید حداقل اونجا متوقف بشید چقدر هستش خب این دوستان خوبم 3 دقیقه هستش شما بیشتر از 3 دقیقه گفتیم دیگه گفتیم هالتن بیشتر از 3 دقیقه باشه میشه پارکن شما تا 3 دقیقه میتونید تو ایسکا به اصطلاح متوقف بشید خودتونم تو ماشین با حضور داشته باشید خب اینجا 3 آخ لزوم گفتیم سه دقیقه و امتیاز این سوال هم دو امتیازی سوال عددی رو حفظ بکنید وایتا خب سوال 13 میگه و هد فاش میگه چه کسی اینجا اشتباه متوقف شده خب ببینید اینو تو سوال قبلی داشتیم اینجا زایتن استرایفن داریم یعنی به اصطلاح این خط کشی کنار جاده که حاشیه جاده رو نشون میده این خط سفیده ممتد رو میگم ببینید وقتی که اینجوری باشه شما باید برید اون ور خط سفیده یعنی همونجوری که ماشین سفیده متوقف شده اون درسته اون ماشین آبیه اشتباه اینجا نباید توی خیابون دیگه به اصطلاح ماشین رو متوقف کنید چون دست راستتون توی حاشیه جاده به اصطلاح شما فضا دارید و باید برید اون ور ماشینتون رو متوقف کنید خب میگه چه کسی اشتباه اون ماشین آبیه اون که نوشته در دونکل پیکاوی دونکل منظور همون ماشین آبی است دونکل یعنی تیره ماشین تیره خب اون آبی یعنی تیره دیگه در هل پکاوی یعنی ماشین روشنه اون ماشین سفیده گفتیم نه دیگه باید پکاوی میگه جفتشون خب اونم که نه دیگه خب آفلوزون همونجوری گفتیم فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتا سوال 14 و پارک فاش میگه چه کسی اشتباه پارک کرده ببینید شما گفتیم توی ایستگاه اتوبوس اون سیک میبینید ایستگاه اتوبوس اونجا محدوده ایستگاه رو نشون میده یعنی چی یعنی شما به هیچ عنوان اجازه ندارید که اونجا تو محدوده ایستگاه پارک بکنید هالتن میتونید بکنید توقف تا سه دقیقه اونم ولی پارکن نمیتونید بکنید اینجا میگه پارکن میگه چه کسی اشتباه پارک یعنی اون ماشین سفیده که تو ایستگاه پارک کرده اشتباهه اون ماشین مشکیه درسته شما تا قبل از اون خط تیکساگ میتونید اونجا ماشینتون رو پارک بکنید خب دوایس بکاوی اون ماشین سفیده خب درسته دیگه اون ماشین سفیده اشتباه پارک کرده دون کله بکاوی میشه این ماشین مشکیه که نه کاینا د بایدن بکاوی میگه هیچ کدوم از این ماشینا که این اینم ندی آفلوزون همونجوری گفتیم گزینه آ درسته امتیاز این سوالم دو امتیازیه وایتا. خب سوال 15 وان دورفنزی نیشت آف دم رشتن میگه وان چه زمانی دورفنزی نیشت شما اجازه ندارید آف دم رشتن یعنی اون به اصطلاح خط کشی خیابون گفتیم دیگه اون خط سفید ممتده که حاشیه خیابون نشون میده شما اجازه ندارید که دست راست اون خط کشی پارک بکنید شما باید برید مثلا اون ور خط کشی پارک بکنید خب گزینه آ میگه ون اف دم فاشتریفن شینن فلیگز میگه ون وقتی که آفتیم دم فاشتریفن روی خیابون شینن فلیگز یعنی چی یعنی ریل راهن هست یعنی تو اون خیابون قطار شهری عبور میکنه خب اونجا شما اجازه ندارید دیگه پارک بکنید چون قطار شهری میخواد بیاد رد بشه و ماشین شما اگر اونجا پارک باشه خب اون نمیتونه رد بشه گزینه آ داره درست میگه وزیرینه ب میگه ون غیص فن دیم فارشترایفن این گرگ نیتر است خب اینا تو ساله قبلی داشتیم میگه ون وقتی که غیص سمت راستتون فن دیم یعنی سمت راست اون به خط حاشیه کنار خیابون این گرگ پارک پارکشترایفن یه به قسمت برای پارک کردن ماشین علامت گذاری شده که فورهاندن است ایست در دسته خب این هم داره درست میگه شما دیگه اونجا هست دیگه اجازه ندارید که توی خیابون پارک می و برید همون جایی که مشخص کردن برای پارک کردن پارک بکنید گزینه ب درست میگه خب گزینه س میگه ون ریس فوم دم فاش استرایفن این آس میگه گفتیم اینو دیگه تو سال قبلی هم بود سایتن استرایفن همون های مبتدی کنار خیابون که حاشیه خیابون نشون میده میگه وقتی که سمت راست خیابون ein ausreichend befestige seitenstreifen jedune be این, این فاصله کافی اونور زایتینش هستش شما اجازه ندارید که دیگه توی خیابون پارک کنید بعد برید اونور خط زایتینش تریفه اونجایی که به صلاح یه مقدار فضا هست اونجا ماشینتون رو به صلاح پارک بکنید گزینه سه هم داره درست میگه آفلوزون اونجا گفتیم هسته گزینه اینجا درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتا سوال 16 واسیستیه تو آخته میگه به چه چیزی باید اینجا توجه بکنید ببینید اون خط سفید ممتد دست راستتون که به اصطلاح همینو اونورم دست چپ برای اون ماشین ها هستش اینو بهش میگن زایتن شتایفن اون خط وسط خط ممتد سفید وسطه اون فرق داره با زایتن شتایفن اگر هم خط سفید وسط ممتد باشه یعنی شما اینجا اجازه سبقت گرفتن نداری اگر بریده بریده باشه یعنی میتونید سبقت بگی. اینم نکات این عکسه حالا میگه که با گزینه آ میگه لینکس فون در فاربان بگرنسون دارف نیشت وردن میگه لینکس یعنی سمت چپ فونده فاربان بگرنسون همون زایتن رو میگه یعنی همون خط سفید ممتد رو میبینید دست راستتون این فاربان بگرنسون هم بهش میگن یعنی مرز جاده رو مشخص میکنه میگه لینک سمت چپش دارف نیست گالت سمت چپ این اجازه ندارید که به ماشین متوقف کنید درسته دیگه و برید اون ور خط به فضا داره دیگه و اون ور خط ماشین متوقف کنید خب این داره درست می... گزینه میگه. گزینه ب میگه langsam fahren und falls möglich auf dem Seitenstreifen fahren. میگه langsam fahren ماشینه که آروم میرن، موسن باید möglich, ممکنن auf dem Seitenstreifen, یعنی اون ورخه خط، خب فاغن حرکت کنه. درست داره میگه دیگه ببینید، Seitenstreifen اون ورش فرضا هست برای ماشین هایی که به اصطلاح کند هستن، مثل ماشینه کشاورزی که بیشتر 20 کیلومتر در ساعت نمیتونن برن، بعد برن اون ور که ماشینای دیگه بتونن به راحتی از کنارشون سرعت بگیرن و مسیر مسدود نشه و ترافیک ایجاد نشه. گزینه 3 میگه دی فار بان این او میگه دی این به حاشیه جاده مرز جاده به هیچ وجه اجازه نداره که از روش کسی عبور بکنه نه دیگه غلط دیگه گفتیم که شما تو اون دو حالتی که در گزینه آب گفته شد میتونید این رو داشته باشید خب آفلوزون که گفتیم آوه درسته امتیاز این سوالم هم سه امتیازی وایتا سوال 17 وش فارس شو که دوفن اوف فاربانن این سوایتا غای هالتن میگه که وش فارس شو کدوم ماشینه دوفن اجازه دارن اوف فاربان توی خیابون این سوایتا غای هالتن در ردیف دوم متوقفشن یعنی چی یعنی یه ردیف ماشین ها متوقف شدن حالا بغل اونها چه ماشینایی میتونن بیان متوقف بشن هالتن ببین پارکن نمیگه متوقف شدن یعنی زیر سه دقیقه و راننده هم توی ماشین حضور داره خب این فقط تاکسی ها میتونن خب گزینه آ میگیم آل تاکسیز ون فارگست این او دا میگه همه تاکسی ها ون وقتی که فارگست مسافرا رو این پیاده سوار یا آوتشتاگ یا پیاده میخوام بکنه درست داره میگه خب گزینه ب میگه آل فارس شو ون زی بی او انت لادن وردن میگه آل فارس همه اون ماشینا ون زی بلادن اون انت لادن بلادن یعنی میخوام بار بزنه انت لادن میخوام بارشون رو خالی بکنم اونا میتونن مثلا در ردیف دوم اونجا متوقف بشن خب این غلطه دیگه این میگه همه ماشینا که اینجوری هستن غلط خب گزینه میگه آل فارس شو ون دست وان بلینک انگ انگشالت میگه الف فارس رو همه ماشینایی که ون وقتی که دست وان بلینک وقتی که این به اصطلاح فلاشر هاشون و چارچرا روشن کنه خب اینم غلطه دیگه شما به سبب که چارچراغ روشن میکنید اجازه ندارید که توی ردیف دوم به جایی که ماشینا یه ردیف متوقف شدن شما بیاد بغل اون دوباره متوقف بشید این داره غلط میگه بس گفتیم تو این سوال فقط تاکسی یعنی نکته طلایش اینه تو این سوال این سوالی که دیدید همون گزینه ای که تاکسی فقط توش داره درسته دی. گزینه ای دیگه گزینه دیگه غلطه همون یه دونه گزینه بیشتر درست نیست اونم اونی که تاکسی توش داره اینم نکته تلاشش. آفلوزون تا اونجا گفتیم گزینه آ فقط درسته امتیاز این سوال دو امتیازی وایتم سوال 18 وایس دست هالت فبوتن کجا به اصطلاح متوقف شدن ممنوعه خب کزینه آ میگه فور این او دا آوز فارتن فون او گرونشتوکن خب میگه فور این او دا آوز یعنی قبل از به رفتن داخل یا بیرون اومدن مسیری که برای یه منزل مسکونی تعبیه شده شما اونجا به اجازه ندارید که هالتن کنید خب این داره غلط میگه هالتن گفتیم شما چون خودتون حضور دارید تو ماشین اونجا میتونید متوقف بشید حالا اگر یه ماشینی هم خواست بره تو خونهش یا از خونهش در شما اونجا حضور دارید میتونید ماشین رو جا به جا کنید اینجا هالتن میتونید بکنید پارکن نمیتونید بکنید خب گزینه آ داره به غلط میگه خب گزینه ب میگه auf این و ببینید این fedelungs یعنی همون به اصطلاح خروجی ها یا ورودی که وارد اتوبان یا وارد یه خیابون میشه اینا رو بهش میگه این fedelung آس میگه تو اون خروجی ها یا ورودی های که میخوره به یه خیابون دیگه شما اجازه ندارید اونجا ماشینتون رو متوقف کنید خب این داره درست میگه گزینه ب درست گزینه C میگه آف مارکیت فاش درایفن میت فایل ها او تو سوالای قبلی داشتیم توی قسمت هایی که به اصطلاح کف آسفالت این به اصطلاح ریشتونگ یعنی این فلش هایی که مسیر جاده رو نشون میده حالا سمت چپ یا سمت راست یا مستقیم این اوردن بر با بکنه ماشینا شما به سبب ماشینتون که اونجا نگه داشته این فلشه به اصطلاح پوشیده میشه و ماشینای دیگه نمیتونن ببینن اینجا متفرق شدن ممنوع اینم داره درست میگه آفلوزون همونجور گفتیم به اوسه درسته امتیاز این سوال هم سه امتیازی وای سوال 19 و هلت فاش میگه چه کسی اینجا اشتباه متوقف کرده ماشینشو خب ببینید اون ماشین زرده درست متوقف کرده گفتیم دیگه پشت خطکشی آور پیاده اشکالی نداره حتی نزدیکترین جا به خدکشی آور پیاده باشه چون اگر آبر پیاده بخوان از خدکشی عبور کنن ماشین هایی که میخوان از خیابون رد بشن آبرین پیاده رو میتونن ببینن و هیچ خطری آبرین پیاده تهدید نمیکنه این ماشین قرمز اشتباه متوقع کرده چون ماشینا که میخوان عبور بکنن دیگه آبرین پیاده رو نمیتونن ببینن و این برای آبرین پیاده خطر ساز میشه خب گزینه که به اصطلاح قوت پیکاوی نوشته یعنی ماشین قرمز گزینه ب اینجا غلط پارک کرده اون که نوشته باید جفتشون غلطه اون که نوشته گل اون ماشین زرد اونم غلطه خب آفلوزون همونجوری گفتیم به فقط اینجا درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتم خب سال 20 سال آخر این ویدیو و سال آخر این بخش و دوفنزی هی پارک میگه کجا اینجا اجازه دارید که پارک بکنید ببینید اون تابلو رو اون جلو میبینید تابلو خیابون یک طرفه خب تو سال قبلی داشتیم وقتی خیابون یک طرفه باشه شما هم سمت راست میتونید پارک کنید هم سمت چپ میتونید پارک کنید واسه اینجا هر دو سمت میتونید پارک بکنید تو اون قسمتی که به اصطلاح میبینید مشخص شده من با اون خطای سفید رنگ مشخص کرده که اونجا میتونید پارک بکنید اونجا میتونید قشنگ به راحتی ماشینتون رو هم سمت راست هم سمت چپ پارک کنید خب این ما فارت قشنگ میگه در مسیر حرکت خودم نو اف لینکن زایتن فقط سمت چپ خیابون خب این غلط هستش دیگه گفتیم که توی خیابون یک طرف هم سمت چپ هم سمت راست این که میگه نو فقط سمت چپ غلطه گزینه ب میگه نو اوف دم رچتن سایت میگه نو فقط در سمت راست خیابون خب اینم غلطه گفتیم هم چپ هم راست خب گزینه سه اوف دم لینکن اون رچتن سایت استرایف این درست میگه هم سمت چپ و هم سمت راست شما میتونید پارک بمون بخاطر اینکه خیابون یک طرفه است اون تابلوش اونجا هستش آفلوزون لوزون خب گفتیم فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی سوال هم وایتم خب دوستان خوبم این ویدیو هم تموم شد توی ویدیو بعدی وان سایشن که پنج تا سوال داره به دو تا سوال داره بان او که ه تا سوال داره که رو هم دیگه اینها میشن 25 تا سوال خب توی ویدیو بعدی این 25 پنج تا سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا ویدیو بعدی شما رو به دسته خدا میسپارم خدا نگهدار